چون حکایت میکنند و از جدایی ها شکایت میکنند. پرونده قتل سیاوش به دیوان بین المللی کیفری سپرده شد. خانواده سیاوش می گوید که پرونده قتل او را به دیوان بین المللی کیفری سپردند تا این حادثه را بررسی کند و عاملان آن را مورد پیگرد قرار دهد. نهاد حقوقی بیدفورد نیز گفته است که پرونده قتل سیاوش در 12 ماه جولای یا 21 سرطان به دفتر دادستانی و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد ارسال شده است. این نهاد گفته است که هدف قرار دادن سیاوش به عنوان بخشی از الگوی مستند کشتار روزنامه‌نگاران در افغانستان است که مانع کار آنها می شود و حقوق اساسی آنها را نقض می کند. قرار است این پرونده از سوی هایدی دکستال، وکیل مدافع و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بررسی و تحقیق شود. هایدی دکستال، وکیل این پرونده گفته است، شواهد حمله در 7 نوامبر سال گذشته که در آن سیاوش و 2 همکارش جان باختند، این امر را به گونه جدی نشان می دهد که در آن حمله جنایات و نقض حقوق بشر صورت گرفته است. و افزود حملاتی که بالای روزنامه نگاران و آزادی بیان در افغانستان صورت می گیرد باید تحقیق و بررسی شود. در همین حال داود سیاوش پدر سیاوش می گوید حالا که دوسیه سیاوش بالای میز محکمه بین المللی هاگ و گزارشگر حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل قرار گرفته است، می توانند به عنوان عالی ترین مراجع جهانی در امور عدل و انصاف به خانواده سیاوش کمک کنند. او ابراز امیدواری کرد که این نهادها بتوانند قاتل، عامل قتل و حامیان قتل سیاوش را تشخیص دهند و به کیفر برسانند. خانواده سیاوش بارها از دولت انتقاد کرده است که پرونده او را به صورت جدی بررسی نمی کند. شکایت می‌کنم.